خب با سلام مجدد خدمت همه دوستا، بخش دوم برنامه را که بخش پرسش و پاسخ است آغاز میکنیم. دوستایی که سوال دارن لطفاً دوستای خود بالا بکنن، من نامشان رو بگم یادداشت میگیرم، بنابراین سوالات خود مطرح بکنن و استاد جواب میگه. اگر دوستایی که میخوان نظری یا ردی یا تشریح داشته باشن اونا لطفاً جوابنه نامشان رو بدن، با نظر داشت وقت باید برای اونها فرصت خاصی را در نظر بگیریم. با اجازه عذار گرامی، استاد بزرگوار، شما گفتین که برای اولین بار افغانستان باعث منطقه حائل بین روسیه و انگلستان نامگذاری شد و یا بر اساس کدام منطق این منطقه را به نام افغانستان گذاشتن؟ چرا که در امون منطقه جغرافیایی فعلی اقوام مختلف در افغانستان زندگی میکردن، چرا یکی دیگری از اقوام مثلا انتخاب نکردن و به نام یک قومی سرزمین نامگذاری نکردن؟ یک. دوم، با کدام دلایل بعد از تاریخ فرشته نام افغانستان در کتاب‌ها و نقشه‌ها وجود نداره؟ و سوال سوم، شما گفتین که دلایل معتبر الفنستون و فورستر، یعنی با کدام دلایل میتونیم آثار از او را بسیار معتبر بدانیم؟ میشه که به دلایل سیاسی و دید سیاسی و نظر شخصی خودشان و همین مسائل مطرح کرده باشن. یکم سوی تفاهم رخ میده میشن. انگلیس روس نام افغانستان را نگذاشتن. ایجاد جغرافیایی که ما شما اونجا دیدیم توسط انگلیس روس شده است. و حرف ما این بود که افغانستان کشوری است مصنوعاً توسط ایجاد شده در بین امپراتوری های انگلیس روس به حیث یک کشوری هایی یا دولتی هایی بفرستید. ایجاد چنین یک جغرافیا با نامش هیچ رابطه نداره. ببینید یاد قیچی که کردن اینجا این شکلگیری جغرافیایی با همین ترتیبی که شما می‌بینید، این سرحداتی که اینجا با وجود آمده متأسف چرا کشوری مصنوعی گفتیم؟ دلیل ما یا است که در هیچ یک از سرحداتی که شما در اینجا می‌بینید مردم افغانستان و ارادی از اون نقش نداشته. تمام سرحدات موجود کشوری که ما شما فعلا می‌بینیم توسط انگلیس و روس تعیین شده است. این مرزهای شرقی، شمالی، غربی، جنوبی در هیچ جای از این نه زیماندار ما استعمال نقشی داشته و نه مرده ما نقشی داشته که این خط چرا از این قریه را از اینجا باید، چرا از این کونه را از اینجا باید برای. یعنی همین جغرافیا را امپراتوری های انگلیس و روس در قرن بیست و خاطر از اینکه با همدیگر روبرو نشوند، با همدیگر به اصطلاح کلاش نکنند و شاخ به شاخ نشوند ایجاد کردند. یک بفرستید یا منطقه حائل در بین خود ایجاد و بجز ببینید حرفی دلچسبی دیگه یگانه سرحدی را از همین افغانستانی موجود که شما میبینید که شاهش بود، شاه البته بگیم یا زیمامدارش امضا کرده، عبدالرحمن است که سرحدی جنوب شرقی است، همین سرحدی دیورند است و دلچسب. اما سرحدی را که یکی از زیمامدارای ما امضا کرده ما امرم این قابل قبول نیست، ولی سرحدی شمال، غرب، تمام قسمت‌های دیگر که میبینید هیچ یک از ایماندارانی ما امضا نکرده. من هیچ نام شد حکمران میمانین، ملک میمانین، امیر میمانین یا هرچی که میگین. یک سرحد دیورند به وجود آورده که او را امیر عبدالرحمن امضا کرده و از ایماندارای کشور ما میگن که ما امیر را قبول نداریم. ولی باقی مانده سرحد شمال چرا قبول دارین؟ سرحد غرب چرا قبول دارین؟ سرحد با چین چرا قبول دارین؟ این سوال اگر کسی بکنن میگن شما کسی هستین که زودی وحدت ملی و شما میخواین که زودی باشون بخاطر این دلایل ما شما میفهمید کاملا میگن مناطق آن طرف خط دیورن از ماست، سرحد ما گاهی میگن تا اتک از گاهی میگن تا تابسیند است، او طرف معلوم نیست. اگر وقتی که اگر باز غیرت افغان زیاد تور بخوره میگن تا به دهلی را ما پادشاهی کردیم تا اونجا است.
هنوز ما یک سندی رسمی از حکامی افغانستان از دولت مردان افغانستان نداریم که اگر ما خطی دیورند قبول نداریم، خطی آن طرفی ما، مرزی آن طرفی ما تا به کجا هست؟ ببینیم دلایل سیاسی ما میتونیم زیاد بگوییم. ما کشوری از پاکستان را به رسمیت نشناسیم، بلی؟ ولی مرزی بین همدیگر را به رسمیت نمیشناسیم. چون این چیز امکان دارد؟ ولی حرفا حرفای سیاسی است. ما کشور را به رسمیت میشناسیم ولی میگیم این مرز مدار اعتبار نیست. سوال این رو چطور میگه؟ خب در اون گپا سوال ندارم، میگه چرا این کشور افغانستان بوده؟ مثلا چرا نامش تاجیکستان یا ازبکستان یا هستان؟ باز هم تکرار کنیم، نام کشور انگلیس روس نگذاشته، نام جغرافیا را انگلیس روس نگذاشته. ما تاریخی نامگذار را دیدیم، زمانی که کوها مناطقی اونجا بوده، مناطقی به نام افغان، اون مناطق میشه افغانستان. سابقه تاریخش بررسی کردیم که افغانستان ولایتی بوده در جنوب قندهار که اطراف کوههای سلیمان حدود 700 سال قبل، درست؟ ولی بعد از اینکه خب چگونگی جابجایی و انتقال و اشغال سرزمین‌های دیگر توسط قبایل افغان بحثی جداگانه است که برای آدم باید خارجی از این پژوهش باید بررسی بکنن. ولی انکشاف اینا ما بررسی کردیم، قبایل کوههای سلیمان به نام افغان بوده، بعدم به نام افغانستان میشه. ولی زمانی که حاکمیت افغانا ایجاد میشه در 1947، همین صاحب نام کابل از دارالسلطنه کابل است. ولی کوههای سلیمان که افغانستان بود، این صاحب بالاتر میره، اینو به اصطلاح بگیم به شکل عمومی قرار داره. این نام به شکل چی میشه؟ به شکل افقی میره در نقشه ها. بالاخره جای کابل در نقشه ها میگیره و بعد از اون زمانی که جغرافیا با وجود میاد شامل تمام قلمرو میشه. اما این که توسطی که گذاشته شده اصلا در هیچ جای توسطی هیچ کسی گذاشته نشده. حرف الفینستون اهمیتی از او از نگاه تاریخش از اثرش است. یعنی بزرگترین اثر است افغانشناسی یا افغانستانشناسی در قرن 19. اولین سفیر انگلیس به دربار شاه کابل به پیشاور می آید. درباره قبایل افغانا و خصوصیات افغانا کتاب بسیار ارزشمندی است. برای آدم باید مشکلی او استدلال خود هم داره. ببینید در اینجا موضوع تاجیک و ازبک و غیره مطرح نیست که انگلیس ها از تاجیک ها بدشان می آمد و یا افغان ها خوششان می آمد. افغانستان امروزی از کوهای از سین شروع می شد تا به قسمت های قندهار، غزنی، کابل. ببینید این ساحه افغانستان است و در این ساحه کی اکثریت دارن؟ بسیار دلیل معقولی گفته کیست. این ساحه افغان ها اکثریت دارن، به این ساحه خراسانی ها نیستن. به این دلیل میگن با وجودی که در اینجا مردم خود خراسانی میگن و کشور خود خراسان میگن، با وجود که نام رسمی کشور امروز وجود ندارن، ولی من میگم نام منطقه را افغانستان نام میگذارم به خاطر اینکه افغان ها زندگی میکنه اینجا و این دلیل بسیار دلیل معقول از در اون قرن و او شامل افغانستانی که ما شما میگیم نیست. این ساحه شامل او محدوده نیست، او در یک محدوده کوچک. همین دلیل خودم میگه. ولی پسان در معاهدات دیگر دارالسلطنه کابل ننگرد. در معاهدات و چگونگی تفصیل معاهدات دیدیم. شاه کابل است، امیر کابل و ولایات ممالک افغانستان است. بالاخره در سالهای 1879 برای اولین بار امیر افغانستان و ملحقات آن میشه. یعنی کلمه افغانستان اولین بار در معاهدات خارج و حیثیت کشور در 1979 در معاهده گندمک است که به وجود میاد. ولی تنها نام افغانستان نیست، افغانستان و ملحقات آن. این اینجا تفصیلی که ما این بحث سیاسی بودیم که چون انگلیس ها گویا طرفدار افغان ها بوده باشن، این مقدار زیاد چی نیست؟ معجن نیست. مسئله نام افغانستان یا کلمه افغانستان کمک ارتباطات یا کنکشن امرای استعمار چیز داشته باشه غرب، استعمار انگلیس. به خاطر از این تا زمانی که افغانستان با هند برطانی مجاور نبود،
این مسئله حاد نیست. مثل وقتی آمد شاه، وقتی تیمور شاه در زمان شازدمان که اوایل قرن 19 میشه که افغانستان و نیم قاره با هم وصل میشه، مسئله افغانستان طرح میشه از زمان شاه شجاع. از اوقات هر دوره شما فرموده که 1879 نام افغانستان. فکر میکنم که اما بزرگترین اما تو شما یک لیست بسیار خوب ساختین از کتابای بسیار معتبر از بخش فارسی و مثلا عربی. شما در بخش انگلیسی زیاد کمتر تماس گرفته و باید که زیادتر تماس شما سر مسائل افغانستان که بود باید کتابای انگلیسی استفاده میکرده. چرا این دوره دوری افغانستان معاصر است؟ چیزی که شما سرش صحبت میکنی او دوره قبل از افغانستان چیز معاصر است. خب هر صورت یعنی نام افغانستان در اوایل قرن 19 از طرف استعمار انگلیسی از طرف شرق افغانستان داخل افغانستان شده که قبایل پشتون افغان آیستر سرش مثلا نام افغانستان و چون نام سابق هم افغانستان اینجا اونجا بوده این را انلارج کرده و نویسنده های بسیار معتبر مثلا برنس، چارلز میسن، وولف، خود چیز الفنستان یعنی کسایی که در داخل افغانستان بودن 4 سال، 5 سال، 6 سال به صفت سیاحین رفتن قریه به قریه اینا سفر کردن. حتی نامای ملاهای مسجد را نام گرفتن، نام ملکا را گرفتن، نام قرا را گرفتن، تعداد مثلا نفر را گفتن، کلی گپا را. اینا اسناد بسیار معتبری است و اینا در آثار خود کلش چیزی نشته که آثار نام افغانستان را ذکر کردن. با اجازه شما یک سه چی یادداشت هست کی را بهتر از شما در چیزتان بگون جانین افا میکنیم یک دقیقه بخشش باشه مثلا خود لارد آکلند و وایسرای مثلا هند در یک قسمت یک یادداشتی به امیر دوست محمد نوشته میکنه و در اون نوشته میکنه که Barnes and of the officer under his order in Afghanistan. نام افغانستان ذکر میکنه مثلا وایسرای هند کلمه افغانستان ذکر میکنه در این سالهای مثلا جنگ اول افغان انگلیس یک نمونه ش است. نمونه دیگه یک نویسنده بسیار معتبر اصلا که چیز ریشه فرانسوی داره یکی از جنرال ها بود یکی از سیاحین ها بود یکی از سیاستمدارای داره چیزی که کتاب خوبی نوشته که تحت نام افغانز و راجع به او افغانستان توضیح کرده نوشته افغانستان کلمه افغانستان را ذکر کرده و کل جارش شورای مهم مثلا در اون ذکر کرده. نویسنده دیگه قسمت خدمت شما عرض کردیم چارلز میسن تقریبا 4 جلد نوشته کرده یک جلد از این مثلا نوشته کرده نام کتابش از افغانستان ایده سال 1840 در حالی که شما میگید مثلا 1870 نام اونجا موجود هست یا کسی دیگه یک جنرال بوده اینا یک کتاب نشته که تقریبا 35 صفحه از این یک تاپیک داره به نام زندانیان افغان افغانستان افغان چی میشن پریزنر حدود 35 صفحه نام افغانستان چندین مرتبه نام افغانستان ذکر کرده و خود دو جنگ شامل بوده نام زندانیا را تعداد زندانیا را اینو گفته این سالهایی است که 1840 است. یا مثلا یک کس دیگه به نام وود که زیادتر ارتباطاتش به قسمت‌های بدخشان و سرچشمه دریای آموز اون صاحب به صاحب گشته یا داشته داده داره با صراحت نوشته میکنه که مثلا از نام از زبان بابر چیز میکنه که من رفتم مثلا در کابل کابل در افغانستان کلمه افغانستان به صفت یک کشور استعمال کرده منطقه که اگر آدم در مجموع تو یک چی بگیره نتیجه گیری بگیره افغانستانی بوده منتها خرد بوده گاهی مثلا کابل افغانستان بوده گاهی قندار مثلا هرات چیز بوده امرش باز اوقات هرات بوده باز اوقات جلال آباد بوده یعنی کل افغانستان شما فرمودید نبوده موج داشته گاهی وسط چیز زیاد داشته باز چیز کمتر داشته این بود چیزای یادداشت های ما که باشه خب باز سپاس از جناب پوهان سری متوجه سوالش را دقیق ببینید ما در اینجا بسیار کوشش کردیم که یک ذره به گذشته دورتر برویم تمام چیزهایی که استاد آثاری که استاد گفتن بعد از سالهای هجده سده چل است و ما منابعی که آوردیم و افغانستان قبل از آوردیم از 1798 شروع کردیم
بار اول کلمه افغانستان در 1798 توسط جورج فارستر ذکر شده است. و بعد از اون افغانستان، تمام چیزایی که شما گفتید بعد از افغانستان است. یعنی بعد از اون، بعد از اینکه انگلیس‌ها دیگه در 1839 کابل میآیند، اینجا دیگه پادشاهی خودشان است به اصطلاح. ما منابع و آثار زیادی از منابع انگلیسی قبل از این داریم که اون تاریخ دیروز است دیگه. دیگه اینا با کرات دیگه بعد از 1815 که افغانستان میگه نامی کشور است، ما افغانستان میگذارم در منابع انگلیسی کلمه افغانستان با کرات آمده، ولی در معاهدات رسمی برای اولین بار در 1839 در معاهده رنجیت شاشیجا ذکر میشه و در معاهدات رسمی گفتیم در 1879 ذکر میشه. باقی مانده حالی سفرنامه جورج فاستر است. نیم از من افغانستان گذشته، ولی افغانستان کجا هست ذکر ندارد، ولی خوشبختانه نقشه ای دارد که نشان میده افغانس کجا هست، ولی بازم افغانستان در نقشه نمیاره. یعنی ما در هیچ یک دیگه از منابعی که دوستان فکر میکنن که بعد از 1815 که افغانستان نقشه داده بوده باشد، برداشته عمومی است. گفته شما زمانی که در ببینید در منابع خارجی از آقای احمد شاه در کتاب دوران خودش کتابی وجود واژه‌ای به نام افغانستان وجود ندارد و در منابع خارجی هم نداریم. و تا زمانی که شاه زمان و بعد از او می آید، ما در منابع داخلی هیچ گونه کلمه از افغانستان نداریم، ولی انگلیس‌ها دیگه اینجا کلمه افغانستان افزود شده می روید. ولی محدوده جغرافیایی درک خود انگلیس در او زمان است که اینکه شما باید در جغرافیا ببینید، در نقشه باید ببینید. این ولی ما ذهن هیچ انگلیس را خوانده نمیتونیم، با وجود که یگانه کسی که تعریف میکنه افغانستان. ببینید افغانستان سلطنت کابل تعریف میکنه که شامل افغانستان است، قندهار است، چی 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 چیست. یعنی دقیق تر برداشت نمیم که ما تا زمان گزارش افغانستان تا 1809 افغانستان هنوز در همون محدوده قرار دارد که در 700 سال پیش قرار داشت. ببینید با یکیگر استرتاجی مده اینجایی است. بعد از 1815 دیگه حاکمیت مستقیم انگلیس ها در داخل بستول افغانستان هستن که شمال تابیش نیست و کابل مرکز میشه. این که باز در منابع خود یا چی آوردن برای من زیاد دیگه دوچست نبوده، به مخاطر هم زیاد تماس نکردیم. تاریخ دیروز است. باید به اندازه کافی دیگه منابع وجود دارد. ولی قبل از 1800 چی بوده؟ بسیار دلچسپی و تکیمه دیگه بر زمان ایجاد افغانستان از زمان احمدشاه عبدالی است. و قسمی که مثلا دوستا در ما باید چرا میرویس خان نیست؟ اگر قرار به این بوده باشه که اولین حاکمی پشتون یا افغان در حاکمیت میه و سلطنتی بزرگتر ایجاد میکنه در اصفهان پای تختش، اون میرویس اوتک بوده. چرا اون مؤسسی حاکمیت یا دولت یا کشوری به نام افغانستان است؟ این حرفای سیاسی است. و ما گفتم که زیاد اینجا کوشش کردیم که حرفی از خودم نباید بوده باشم و به خصوص که بر بنیاد تعلقات سیاسی تعبیر نشود. هیچ گونه رابطه اینجا متوجه بوده باشیم، ما هیچ نفر قبل از خود نشه حرفی از خود نداریم. فقط منابع آوردیم، در آخر استنتاج هم بر اساس منابع است. در این منابع چنین اگر ما کرونولوژیکال یعنی بررسی بکنیم چنین چیزی آورده شده. باقی مانده من دارم معذور باشم و سلام. ساز یعنی بعض مذرت دیم باید چیز میاد کنم یک کلمه زفا میکنم. ببینن یک تضاد وجود داره. یعنی من هم فیلن تاریخی که میخوانم همی Emergence of Modern Afghanistan میری گویان در پارلمان انگلیس رسمان از افغانستان صحبت میشه و نام افغانستان گپ میزنم. شما میگین وجود ندارم. یعنی باید یک راه حل پیدا شو و گپ استاد با گپ شما که تضاد حل شد. و تو استاد یک پیشنهاد خوب کردن بگین که نامگذاری کشور به نام افغانستان رابطه داره با انگلیس به استعمار. و دکتر سید اسکر موسوی هم دقیقاً میگه به میگه انگلیسا و هارویتز هم در جنگ‌های قومی وقتی که مثلا بررسی میکنن رابطه میتونه با جغرافیا استعمار از هر جایی که وارد شده با هر قومی که رابطه پیدا کنه اون قوم حاکم مونده نام به حدود جغرافیا رابطه میگیره و از دین ما واسه منطقه رو دیدن. انگلیس ها از هند آمدن، اولین برخوردشون با افغان ها بود. اونا با بامیان، اونا به فامون بلخ و هرات اینجا نرفتن. ببینن اقوام دیگه هم هست. و بیشتر دیدشون از اونجا بوده و یک کشور افغانستان بود.
یعنی این تو یک مسئله متوکم دیگه است که گپ شما من به این معناست که ما به یک هویت سیاسی که دو تا تعریف داره که حاکمیت داشته باشه که قلمرو داشته باشه یعنی می حاکمیت سیاسی رو به نام افغانستان از امیر عبدالرحمن خان امان الله خان داره یعنی پیش از اون دولتی به نام افغانستان که در قانون بین المللی تعریف میشه و در نظم جهانی و امنیت اون چیزی ما نداره اگر راه حل که ما چی میخواییم؟ چی رو میخواییم اثبات بکنیم؟ ما به حرف استاد موافق بودم و همچنان از استاد خواستم منابعی که اگر از لیست ما مانده بوده باشن بخصوص بیدن ما بعد از 1815 دیگه ایچه سمانی زیاد بررسی نکردیم بخاطر از اینکه ما دیگر مایدان داریم، نقشه داریم زمانی که مایدان داریم، نقشه داریم ولی دیگر کشوری نداریم امروز مرکز کابل بوده، یک امروز بلخ بوده، یک امروز هراتی بوده و ما جغرافی های دیگر نقشه هایی که داریم در اونجا نه حاکمیتی در اونجا مطرح شده میتونه و نه مرز مشخصی مطرح شده میتونه قلمروی نبوده که با حاکمیت معینی به همون خاطر دیگه حرف هایی که دانشمندهای بعد از 1815 گفتن در مورد از اینکه اینا جغرافی ها پیش از واچ افغانستان پیش از کدام جغرافی ها بودند واقعا در تماس با مردمان بودند که از اونها میگرفتند تماسشان با کی بوده حرف سیاسی است که من دوستا به فکر نمیدم ما جنگ اول افغان انگلیس داشتیم جنگ دوم افغان انگلیس داشتیم حتی فعلا هم برداشتی که انگلیس از افغانستان داره مطرح دیگه هیچ قومی در اونجا نیست کسی مطرح است اونجا تفنگ گرفته و می جنگن و با وجود اینکه ناراض هستن که قوم اکثریت از این نادیده گرفته شده است به خاطر اینکه هنوز داره در دستی به اصطلاح اتحاد شمال است و ما قصدا نخواستم که بحث سیاسی بسازم در اینجا منابع قبلی ببینید همه چیز در از تقریبا در 1920 ختم میشه و جغرافی های و 1905 به خاطر آوردن که فقط یک حرفی از بطوطه داره یعنی بطوطه در حرفای جدید حرفای سیاسی است یکی انگلیس ها در افغانستان فعلی چگونه می آیند چند جنگی را ما می کنیم حوادثی بعد از اون تاریخ دیروزی ماستند در گذشته چی بوده ما با او سر کار داشتیم رسمیات ما نقشه ها بود منابع ما بود اما این منابع داخلی و هر منبع خارجی که در اینجا از قید مونده بوده باشن نسخه خبر بوده باشن گفت این پایان حرف نیست این آغاز یک کاری تحقیق میتونه بوده باشن که دوستان تکمیل بکنن دیگه هیچ گونه فکر نکردم تضادی بوده باشه باز مهم نبود که ما گفتیم قبل از 1979 افغانستان ذکر منابع خارجی 1798 است اولین بار کلمه افغانستان در منابع خارجی ولی محدوده نداره 1815 افغانستان یادآوری میکنه محدوده نداره ما هیچ گونه برداشت از او کرده نمیتونیم به این ترتیب شما که میگین تاریخ های بعدی از افغانستان نمیبرن افغانستان یک چیزی جغرافیایی در پیش خودشان است ولی محدوده داره تعریفی شده؟ سوالایی ولی نشان نقشه داره من ندارم نقشه داره همین کتابای انگلیسی بخون شما لطف بکنید چرا چند کتابی بسیار معتبر است اینا هم نقشه داره خیر گفتم من میپذیرم که یک محقق یا پژوهشگر یک سلسله حقایق تاریخی و جغرافیایی را برجسته بسازه تا یک نظریه خاص خود به کرسی بشانم ولی نباید از محتوای امو فکت یا حقایقی که پیشنهاد میکند دورتر تعریف و تعبیر بکنم مثلا خود شما گفتی آقای رحیمی هم در این مسئله سخن گفت که مثلا بعضی از مورخین هستن میگن افغانستان در پنج قرن اخیر برداشتنمایی است که برداشت شمایی باشه که اونا میخواهند بگویند که افغانستان پنج قرن پیش بوده ولی حدس میزنم ما گمان مهیست اگر ما تاریخ بخوانم مطلب از اونایی است که جغرافیایی که فعلا افغانستان نام داره تاریخش در امی پنج قرن هدف مهیست ما میخوام بگویم که یعنی یک سلسله موضوعات به حدس ما دور از محتوا تعبیر و تعریف شده بود تا چه اندازه حقیقت داره که مثالی گفتم یعنی یک مثالی که به نظر ما دور از حقیقت یا دور از محتوا تعبیر شده بود یعنی به چه اندازه میتونیم مطمئن باشیم که دیگه مثال هایی که شما زدین در محتوا و چوکاتی که اونا رفرنس داده شدن دمو تحقیق با اونا موافق هستن تعبیر است آنچه شما تعبیر کردین حرف شما درست است
و آنچه ما تعبیر کردیم اگر حرفی مدرسی هستیم این موضوع تعبیر اصل معنا و فیبت مشاهر است. وقتی گفت که ما میگیم افغانستان قبل از آریایی ها، ما وقتی که برداشت میکنیم افغانستان به اینا معلوم است. ما به اینا در 2000 سال پیش کشوری به نام افغانستان نداشتیم. تاریخ منطقه را باید ببینیم. ببینید که بگه دیالوگ نکنیم. این حرفش با تعبیری که شما میگین، ما میگیم اگر این محدوده جغرافیایی را ما تاریخش از 5000 سال پیش شروع میکنیم، دیگر حرف کاملا حل است. این جغرافیا جغرافیا است که خداوند را میلیون ها سال شده خلق کرده. صحیح؟ سرزمین هست. ولی که چی وقت افغانستان نام گرفته؟ ما ببینید تاپیک همی هست. چگونه که ایجاد کشوری به نام افغانستان. ما افغانستان به نام یک کشور با مرزهای مشخص ویرم میشناسیم. وقتی که میگیم تاریخ این سرزمین قبل از این دیگه باریکی هر درم اینجا هست. قبل از 1893 میگیم به این شکل با به اینام دیگه وجود نداره. با نام های دیگه ایدی که خراسان بوده، آریانا بوده، بکتریا بوده، روزگار چیزی دیگه بوده، او حرفی بعدی است و تحقیق بعدی است. چی بوده؟ ما مثال دادم سامانی ها شاهانی کجا هستن؟ شاهانی افغانستان هستن؟ غزنوی ها شاهانی کجا هستن؟ همین احمدشاه عبدالله آخر شاهی کجا هست؟ شما بگید شاهی افغانستان هست بفرمایید سند. ولی به ما تعبیر میکنیم که چون او افغان بود بیاین افغانستان بگیم، خب دیگه یه حرف درستی هست. ولی ما کشوری به نام افغانستان در زمان احمدشاه عبدالله ایجاد نشده و میگیم این هم سندش. ولی که سرزمین افغانرای خود کسی دیگه نگرفته رفته بود. مغلا چه سر حکومت کردن به نامی که امیان در چه شانی غزنوی شانی کجا هستن؟ من یک نقطه را چون با ما میرسیمان بگیرم من یک نقطه را برای که اضافه میکنم. ببینید ما یک پدیده ندارم برای دولت ملی نیشن استیت. دولت ملی یک چیز منطقه‌ای ما نیست، یک چیز اسلامی و خراسانی و آریایی نیست، یک چیز غربی است. غرب ساخته شده با استعمار در کشورهای ما رفته ما دولت ساخته. این دولت یک چیزی به نام نشنالیسم ضرورت داره که زلمه جان راست اگه اشتباه کردم اصلاح بکنه. ببینید ما تجربه در ترکیه داریم، تجربه در ایران داریم، تجربه در آسیای میانه داریم. تو که یک دولت وقتی میخوای بسازی برای اون باید یک تاریخ بسازی، یک گذشته بسازی که به او اتکا بکنه. این گذشته جعلی است، ساختگی است. بخاطر اینکه تو ملت میخوای بسازی یک رفرنس پوینت داشته باشی، متکا داشته باشی. مثلا ترکیه کمالیسم، ایران مثلا فرهنگ فارس، در افغانستان پشتونیسم، تاریخ پشتو، فرهنگ پشتو، ادبیات پشتو محور دولت سازی است. بیبی تو میگی فهرست مطالب تاریخ غبار میبود برای جالب بود. میگه افغانستان پنج قرن قبل از میلاد مسیح، یعنی ما مجیب الرحمن ولد عبدالرحیم در 1972 تولد شد. تو دوباره مگه میزنی؟ ولی میگه مجیب الرحمن 7 قرن قبل از میلاد که پدر بابکران و اجداد من نیست. خب اینا شما یک چیزی رو میخواین جور بکنید، یک هویت رو میخواین جور بکنید. با این یک چیزی معمول است در تاریخ کشورها، در کشورهایی که بعد از استعمار ساخته شدن. مشکل روی است که اونمون که شما یک گپای جعل شده، گفتمان غالب یک چیزی رو ساخته که درست نیست. ما میخواییم واقعیت ها از خلال این گپا باید پیدا شد. افغانستان وجود داشته این سرزمین و جغرافیه، ولی به یک نام دیگه، به یک تاریخ دیگه. خود یعنی هویت و تاریخ تا داره نمیست به همین نام افغانستان در کجا میتونی پیدا بکنی؟ ولی به نظرم اگر بله با عرض معذرت استاد محترم، ما میخواییم اگر معلوماتی که دو بخش داره. بخش اولش در قسمت لسان دری و تاجیکی و فارسی و ایره ما اصلا نمیفهم که همین فرهنگ دری ما و شما از کدام سرزمین افغانستان سرچشمه گرفته، از درهای بامیان، از درهای فرزان طرف های جوزجان و سمنگان و بدخشان و ایناست. در این قسمت اختلافی که بین ایناست برای ما یک توضیح بیتین متوجه انشاءالله سوال ما خوش شدین استاد محترم. بخش دومش در قسمتی بود که همی بسام میبخشین. بخش دومش در قسمتی آمدن کسایی که به اصطلاح افغانای ما و شما در تاریخی که شما گفتین به نام افغان و افغانه و یا افغان آمده، مگر اینا در تاریخ تا اواخر در تاریخ افغانستان سرزمین اینا معلوم نبود. چه قسم اینا زمامداری را آمده به توسطی خودشان مثل میمان ناخوانده آمده اینجا و زمامداری افغانستان را به دست گرفتن، یا به زور اینجا کشانده شدن و کسی آورده بر اینا زمامداری را تسلیم کردن؟ چرا در یک منطقی که اصلا اینا نبوده باشن، در یک منطقی در یک انسان در قریه که بره، در خانه که بره، اونجا حتما باید یک اگریمین بوده باشه یا قرارداد بوده باشه یا کسی آورده اونا را جابجایی بکنه. در این قسمت میخواستم که ما یک معلومات رو توضیح بدین. تشکر. خب با ابراز سپاس از دوستا، سوال اولتون در ارتباط زبان هست. بله.
ما اجالتا نور خارجی آجنده امروز ما میدانیم اگر شما ناراحت نشوید به خاطر اینکه واقعا موضوع بسیار دلچسپی است. سوال دومتان به ارتباط بحث دوم یعنی چگونه این آمده چیست؟ همونه میخوام چی بگم که چگونه این آمده میدم در ساختار کتابی ترجمه پولیاب که از دوستای ما شما ترجمه کردن ساختار اقتصادی افغانستان این طرف وجود دارد و بخصوص مقاله دکتر سید میدی به نام نظریه تامین ثبات بسیار مختصر و بسیار با فشرده ولی بسیار دقیق سابقه افغانا برمی ترتیب البته اینجا ما از منابع گفتیم از خود چیزی ندادیم اونجا را توضیح دادن با که کدام سالها از کجا شروع کردن کی را گرفتن و تا کجا آمدن و برمی ترتیب نژادهای افغانستان از بلی ما اصلا دیگه کافی داریم دیگه ای که چگونه آمدن به این سرزمین بس مهمان ناخوانده باری یه باره کی ببینین وقتی که جغرافیای سیاسی در این منطقه شکل میگیره در بین بازی بزرگی که انگلیس ها ایجاد میکنن نامش هم میگذارن هویتش هم میگذارن و ساختارش هم تعیین میکنن دولت انگلیس در او وقت برای از اینکه سیاست خارجی افغانستان در دستش بود به تمام کشورهای جهان نقشه افغانستانه به همراه نامش روان میکنه نام نوش استاد بسیار دقیق گفتن برای اولین بار که انگلیس ها در منطقه میامدن معلومات حاصل میکنن از طریق هندوستان نمیدانستن که در این منطقه چی است نام از ایجه چی است نام تاریخی زوره میفهمیدن از مردم میتونستن پرسان کنن که به نام خراسان بوده اما حدود خراسان نمیفهمیدن حدود خراسان یک مشکل زیاده که داشت با دو کشور داشت با هندوستان نداشت با ایران داشت و با آسیای میانه داشت چرا خراسان بزرگ بسیار ساحات حتی تا مناطق مختلف داخل آسیای میانه در نظر برمیگرفت هنگامی که استعمار انگلیس در منطقه آمد ایران و روسیه هم همزمان تقریبا به همو حدود رسیده بودند بسیار علاقمند بودند که حدود جغرافیای افغانستان همین منطقه خراسان با هویت افغانستان تصویب شد تنها برای انگلیس ها این مهم نبود که نام کشور افغان شود ای که نام افغان از کجا گرفتن در کتاب الفینستون بسیار واضح نشته است الفینستون میگه که نام استادم پیشتر ذکر کردن که می مردم خود خراسانی میگه حدود جغرافیشان خراسان است اما مردمی که در ایجاد قدرت باید باشن اونها شامل کل خراسان نمیشن بنان من پیشنهاد میکنم که نام افغانستان که افغان لندو پیشنهاد میکنه نه افغانستان در ترجمه افغانستان آمده که از معادل انگلند گرفته شده که افغان لند ما پیشنهاد میکنم و اون میگه که این نام برای منطقه چیز نیست بیگانه نیست از کجا پیدا میکنه الفینستون که نام از کجا شده اون میگه برای اولین بار این نام ما از ایرانی ها شنیدیم ایرانی ها عادتاً در تمام ادبیاتشان بر هر قوم را که در یک جای یک منطقه باشه کلمه لند بر از او استان ترجمه کرد لند معادل استان است سربستان، مغولستان، تاجیکستان، هندوستان، پاکستان همه از این از اونجا آمده به این خاطر ما میخواییم بگویم که کلمه ستان با کلمه افغان که یک جا شده که استاد سر نقشه بسیار خوب افغان و ستان آورده بیشتر همسایگان ما استعمال کردن در رابطه با واژه‌ای که نام چرا مثلا پشتونا خود پشتون میگن افغان هیچ وقت نگفتن زبانشان پشتوس و پشتونوالی دارن نه افغانوالی همه ایر منصوب به پشتونها میکنن و نام افغان یک کلمه که استادم تحقیقاتی که هزار سال قبل نشان دادن بخصوص که در مورد در زمان چیز ایر توضیحات دادن در البیرونی که کرده یا فرض میکنم فردوسی که اسم منفی است و معمولا ایرانی ها و فارس ها و ترک ها لازم میسایم بخواهیم که ببینن انگلیس ها بس با دو دلیل عمده نام افغان در اینجا گذاشت سه دلیل عمده یکی به دلیل ازی که با قومی که رابطه داشت و قوم در حکومت داشت یک دولت یک امپراتوری داشت در هندوستان این نام از اونجا گرفته دلیل دوم این بود که انتخاب این نام تحت این نام یک بحران هویت ایجاد کرده باشه و این بحران هویت 100 سال گذشته تا این دومین صده است که ادامه داره سیومین انگیزه انگلیسی بود که از این نام دوباره از این بحرانات که در منطقه حضور پیدا کنه چنانچه پیدا میکنه
با انتخاب اینام نه تنها انگلیس بسیار مفاد کرد بلکه ایران هم مفاد کرد. فارس بسیار علاقمند بود که حدود جغرافیایی این منطقه معدود شد، بخصوص ایرات که سر ایرات جنگ های بسیار زیاد شد که انگلیس ها نگذاشت بیا و روسا در دفاع از ایرات با ایران یک جای بود. ایران بسیار علاقمند داشت که وارث تمام فرهنگ می منطقه شه و ما به هویت افغان که بجز از شطور و خیمه چیز دیگه در تاریخ نبود و می عنوان نام هم که افغان میگن و منصوب برای تعداد کسایی میسازن به اینمی دلیل است بر کسانی که زیاد چیز دارن. ما فقط معمیر خاطر میخواستم بگویم که توضیحاتی که استاد دادن در رابطه ای که نام افغانستان با حدود جغرافیایش در یک بازی بزرگ ساخته شد، همین انگلیس ها در این زینفه بود، هم ایران زینفه بود و هم آسیای میانه بود. هم سهمی بگیرم این بود همین تبصره سخنان جناب آقای سعید محمد سعید که یا یک تبصره کوچکی کردن و البته یک شنگشت حقوق میره مسئله تلویز که سیاست است و چی؟ نگه در این لازمه ناگذیر شدم که بخیزم و اگر بتانم با قناعتشان یک ذره بپردازم. ایشان مسئله سرحدات افغانستان در شکل دیفکتو دیجور توضیح کردن و گفتن که دیجور هسته که یک دولت رسمی بعد از تصویب پارلمان بعد توشی رئیس دولت او شکل حقوقی رو خب از هر دو کشور حقوقی و قانونی رو میگیرن. ما در این گپ هیچ گونه اعتراضی ندارم، ولی سوال اینجاست که ما دولت ها را چی وقت میگوییم که مشروعیت داره؟ هر دولت در هر وقت خود زمان کار داره. ما در مثلا 300 سال پیش یا 400 سال پیش در اکثر کشورها پارلمان نداشتیم و حتی در همین منطقه که جناب لالزاد تحقیق کردن ما به نام شاه شاید هم نداشتیم، امرای بودن، ملکای بودن. ما وقتی یک دولت مشروع میدانیم که دو اینجا در گذشته میگفتن امنیت تامین کنه. وقتی که هر دولتی که امنیت تامین کرد او مشروعیت داره، لازم مشروعیت که داشت او به حیث حاکم گفته میشه، به حیث پارلمان گفته میشه، به حیث هر چی که فکر کنیم. ما چون در زمان خط دیورن دو یا افغانستان پارلمانی نداشته که ما لازم بگیم به خط دیورن چون پارلمان تصویب نکرده، رئیس جمهور تصویب نکرده، این لازم ناقص است، این ما قبول نداریم. چون در همون وقت پادشاه زمان امیر عبدالرحمن یا امیر یعقوب هر کسی که بوده او مشروعیت داشته، لحاظ از صلاحیت از او، امضای از او، توشی از او، هر نامی که بالش میمانیم او در حقیقت به نمایندگی از ملت، به نمایندگی از همو کشور کار کرده چون ما اونجا پارلمان نداشتیم. بنابراین به اساس منطقی که ما در گذشته فکر میکنیم خط دیورن خطی است که موقف حقوقی خود کسب کرده، به رسمیات در سطح بین المللی شناخته شده، هیچ گونه دیگر اعتراضی سر از اون نیست. این که ما قبول نداریم یا بعضی دوستای ما نمیخوان خط دیورنده به رسمیت بشناسن، او خب مرغ نشانی یک لینک داره، ولی واقعیتش همیست که شکل دیفکتویش دیجویش همش تکمیل شده و خط دیورن دیگه جای بحثی نداره و همینطور سایر سرادات ما دیگه. تشکر، ما زیادتر گفتنی ندارم. میذارم میفهم کلی از توضیحات مفصلی که دادین تشکر میکنم. من یک سوال دارم که در مورد آریانا از چه وقت شروع شده و چرا و از خاطر رئیس جرمن گرفته شده یا چطور؟ این سوال است که من قدر بسیار نمیفهم. و دیگه وقتی که میگیم خراسان، منظور ما از ایرات و کابل و کجاست؟ چه وقت خراسان نامیده شده و تا وقتی که بلندار امیر آمدشاه نامش افغانستان گذاشته شده، اما از چه وقت بوده و کدام مناطق خراسان میگن؟ برای زیک ایرانی ها فکر میکنن که خراسان منطقه از اونا بوده و بعضی وقتا ایرانی ها میگن که افغانستان و خراسان یکی بوده. همین پیش من یک ذره سوال موجود است. تشکر میکنم. بسیار بزرگواری ما
دو جواب داره ساده. بک تحقیق البته مختصر ما تکمیل به این مورد سوالی که شما کردید قبلا کرده بودم و در این موردم که ادامه داشت و بالاخره تا به اینجا رسید. مقاله از نام آریانا ایران فارس و خراسان اینترنت نشر شده. آریانا کجا بوده، ایران کجا بوده، فارس کجا بوده و خراسان کجا بوده و ولی ناتکمیل است. امیدوارم در پرتو منابع جدید بوده یک مقدار با همین محتوایی که شما دیدین و انکشاف بکنه و به اوجا مراجعه کنید. در غیر از او بحثی بسیار پر جنجالی تر از این کرده او است و امیدوارم که یکی از جوانای ما، دوستای ما، یکی از تاپیک آینده بوده باشه که یا خراسان یا ایران و یا در مجموع هر دوی از این یکی از کنفرانس ها بگیرن که راجع به تفصیل صحبت کنیم. بسیار بحثی پر جنجال تر از این و وسیع تر از این است. علیمجان گفتن که به طور مثال گفتن هر کتاب که شما مثلا نقد یا انتقاد داشتین به افغانستان در مسیر تاریخ و یا افغانستان در پنج قرن اخیر، چیزی که اینا میگفتن میگفتن ممکن توضیح پروسه که این کشور با نام افغانستان به وجود اومد ممکن توضیح ازو باشه، نه به این معنا که موجودیت این کشوری که ما فعلا به نام افغانستان میگیم در چند صد سال گذشته. به نظر من نقد را که شما دقیقاً دارین به می بینش نقد شما دقیقاً چی است؟ مثلا آیا نقد شما همی است که مثلا کشور مثل پاکستان میپذیره تمام گذشته تاریخ خود؟ طور مثال که میگم کشور پاکستان به می نام در این سال ایجاد شد ولی قبل از او اینی تاریخ اینی پروسه را گذشتانده بود. شما نقدتان دقیقاً به می است که نپذیرفتن تاریخ نویسای ما یا کدام مشکل دیگه دارن؟ چون در این بحث هم جناب پروفسور صاحب صحبت کردن هم آقای رحیمی میشه که نه هر کدومتون نظر خواستن. زلانجو ببینید یک باریکی حرف وجود داره. من رد قسمان توضیح دادم. غزنوی ها شاهانی کجا بوده؟ از ایران؟ اون را باید بگیم از افغانستان یا از پاکستان؟ ایران پاکستانی ها یک کار دیمی کنم خوبیش؟ یک غزن منظورم چیه؟ شاهانی هیچ کدامش نبودن. شاهانی تمامش بودن. بیدیم وقتی که شما شاهانی افغانستان بگیم دیگه باید خود واضح بسازیم ما که منطقه امیر افغانستان فیلق دیروز خراسان دیروز نیست. سامانی ها شاهانی کجا هستن؟ باید واضح ببین باریکی وجود داره، نزاکتی وجود داره. ما وقتی که سلسله شاهانی افغانستان یاد میدیم باز از عبدالله خود دیروز است. شروع میکیم از آریایی ها. اینی محوطه دیروز آریانا بوده. همین دو سوال خواهر ما بود. اینجا این محوطه آریانا نبوده. این یک توتی از آریانا است. این محوطه خراسان نبوده. یک توتی بسیار کوچک از خراسان است. برای شما یک توتی یک قالین هست. نمیتونه که نمانگی تمام قالین بسازیم. ما همین جنجال که مثلا مجیب جان هم گفت ولی ما با ایران ها چی جنجال داریم؟ ببینید؟ کی از کی از حافیز از کی از مولانا از کی از جنجال در سرزمین است. ما میگیم افغانی است و میگیم او میگه ایرانی است. چون نه ایرانی است نه افغانی است. دقیقش اینی است. مثلا ببینیم مجیب جان چه میگه در پاکستان که تاریخ خواندن بعد از 1947 دیگه تاریخ پاکستان نمیخوانند، تاریخ منطقه میخوانند. ببینیم اینجا نزاکت‌های هر کاری که داخل قوس هست شما قبل از 1893 که میرین دیگه افغانستان اینجا تاریخ منطقه باید بخوانیم، تاریخ مغول باید بخوانیم، تاریخ غزنه، تاریخ تیموریان میخوانیم، نه تاریخ افغانستان. ببین باریکی در اینجا هست. اگر میگین به خاطر اینکه از ماست که در ببینید اگر فرض کنیم که تیموریان به خاطر اینکه گرفتیم که پای مرکز یا پایتختش ایران بود، سامانی ها کجاست؟ ولی رودکی از کی است؟ او تاجیک است، او ازبک است، او افغان است، او اقبال لاهوری از کی است؟ باریکی در اینجا هست که ما چگونه تعبیر میکنیم؟ از تمدنی بد باشه؟ در غیر چاره نداریم. جغرافی های منطقه و تاریخ منطقه باریکی همینجا هست. ببین امیر پاکستانی ها حل میکنن که مادیر نزده چلا قبل از اون دیگه پاکستانی نداریم. تاریخ منطقه میخوان به مخاطر که غوری ها از تو نیست دیگر. توی دان عقل نداریم. عبدالی ها از تو نیست. غزنوی ها از تو نیست. وقتی که تاریخ هند شما میخوانیم غزنوی ها رو باید بخوانم نخوانم. تاریخ ایران شما هوتکی ها رو میخوانیم یعنی ولی احمد شاه عبدالی رو نمیخوانیم. ببینید دیالوگ میشه پس. استاد محترم تشکر از این تحقیق بسیار واقعا جالب و آموزنده بود.
سید اسکر موسوی در کتاب، در مقدمه کتابی که به نام تاریخ هزاره ها از نگاه اقتصادی، سیاسی و تاریخی، بسیار کتاب واقعا علمی به زبان انگلیسی نوشته شده و آقای شفیعی ترجمه کرده، در مقدمه نوشته میکنه که افغانایزیشن آف خراسان و پشتونایزیشن آف افغانستان. تشویش ما در این استاز در شرایط فعلی تمام امکاناتی که ما و شما داریم، آیا افغانستان به طرف پشتونستان شدن روان است یا پس به طرف خراسان شدن روان است؟ به خاطر منابع آگاهی مردم ما فکر میکنم که نمیگذاره او طرف را، ولی قوتهای به نام القاعده و طالبا هست، به اصطلاح ممکن که افغانستان به طرف پشتونستان که از حق بوده. تشویش ما دمیز نظر و تحقیق و بحثی که شما داره چه قسم میتونه ما را تشویش ما را رفع یا مرفوع بسازین؟ تشکر. در میجان یک تحقیق بسیار خوبی کرده. ببینید دو پروسه بسیار دلچسب در من. ببینید کاری افغانستان کاری منطقه بوده. ما را قسم یادآوری نکرده. ببینید در منطقه دو پروسه جریان داشته. ما امروز فقط افغانستان گفتیم. افغانستان از کجا به وجود آمده؟ این را باید دوستان باید قبل از افغانستان چی بوده؟ ببینید پروسه افغانستان سازی خراسان بسیار موفقانه و خاموشانه و با قیمت کلاها و خون تکمیل شده. امروز بسیار کم کسی در افغانستان مردم یادی میفهمند که این منطقه دیروز خراسانی بوده. ولی موضوعی بسیار عمده دوم که پشتو سازی افغانستان یا پشتو نیده سازی افغانستان است، او آغاز شده و ادامه داره و میبینید که جنگ در پارلمان است، در حکومت است، در دانشگاه است، در واژه است، در همه جای وجود داره. از همه جا یکی با کجا میرویم تابعی اون دو فاکتور زیر است که دوستان که تحقیق پایان کار نیست. دوستان هر گونه نقشه معلوماتی با خصوصا تاریخ دوستان گفتن، چون ما را به خاطر داره تاریخ های جدید است. مثلا بعد از 1804 آن قدر منابع وجود در دمانی در افغانستان و او را بسیار بجاست که در قسمت آریانا او را چکنیم. مثلا رابلسن این قدر کتاب داره اولین بار او انتیک آف آریانا را افغانستان می سازه. یا مثلا دلچسب بیلیو در اینجا اما قسمی که الفینستون نام افغانستان را پیشنهاد کردگی است، بیلیم در از دست در 91 نام خراسان قبل از افغانستان گفتگی است و آریانا را قبل از او که منطقه آریانا بوده است. آریانا یا افغانستان ساختید نه جناب کوزات بلکه جناب بیلیم است و بعد از او جناب کوزات سید در سال 1320 اولین بار یا 1321 در مجله آریانا ایران به نام خود اعلام میکنه که گویا کشف بزرگی در تاریخ کرده که کشور قبل از او به نام آریانا بوده. ما تمام منابع را جمع کردیم. من گفتم که باید یک روزی برای دستر که مقاله در کنفرانس ها بکشه که چگونه آریانا شده، به خاطر چی شده گیسته، یا آریانای ما و این نشنالیزم ما با نشنالیزم جرمن چی رابطه داره، توسط کی ساخته شده، چه جوری ساخته شده. سر سپاس و امتنان از جناب محترم پروفسور لرزاد و از همه مهمانای عزیزی که در این برنامه اشتراک کردن. واقعا بحث جالب و آموزنده بود. سهمگیری همه دوستا چه در سطح تبصره و نظر و چه در سطح سوالها واقعا آموزنده بود. هدف و مرامی که کنفرانس ها از طریق کانون مطالعات و پژوهش های خراسان برگزار میشه تبادل افکار و اندیشه هاست تا ما بتانیم دیدگاه های جدید و نتایج تحقیقات و پژوهش های جدید با دوستا در میان بگذاریم، مورد نقد و بررسی قرار بگیره و این کار تداوم پیدا بکنه. انشاءالله توافق‌های جدید و تازه در عرصه‌های سیاسی اجتماعی در کشور باز شود. من امور همی که در مقدمه خدمت دوستا عرض کردم، تفکر غالب در افغانستان در روند پشتونایزیشن آف افغانستان متزلزل شده. بر اصطلاح انگلیسی اگر با کار بریم در مرحله دیسلوکیشن قرار گرفته. یعنی نمیتونه از خود دفاع بکنه، از منطق و از فلسفه و جایگاه خود. و گفتمان‌های جدید شما مثلا یک حرکت وسیع در سطح اقوام هزاره تا در دوران جهاد احساس میکنن در عرصه‌های تاریخ خوبیت. در بین ازبک‌ها هم می‌بینین در یک حد محدودتر، در بین تاجک‌ها هم گفتمان‌های پراگنده در حال شکل‌گیری است. ولی این گفتمان‌ها تا هنوز به یک مرحله از پختگی نرسیده که نقاط مشترکی را بین هم پیدا بکنن و بتونن در برابر گفتمان غالب در عرصه سیاسی و اجتماعی حضور پیدا بکنن. و این نیازمند شگفتن بحث‌ها و تبادل نظرهای دوامدار بین همه اقوام در افغانستان است که یک تاریخ از استبداد و ستم را پشت سر گذاشتن
البته این روند نباید یک روند براندازانه تخریب مبتنی بر تخریب و نفی هویت و حضور دیگرها باشه. ما تلاش میکنیم در بحث‌های خود به طرف یک سازندگی مثل که همه کشورهای دیگر این مسیر طی میکنن با اساس گفتگو منطق بحث به جای تفنگ و زور و تحمیل به پیش بریم. از تشریفاتتون اظهار سپاس میکنم یک بار دیگر. ان شاء الله امیدوار هستیم در مراحل بعدی باز هم میزبان جلسات باشیم و در خدمت دوستایی که نظری دارن میخوان حرفی را با دوستا در میان بگذارن، تحقیقاتی دارن، میتونن نظریات خود و حتی پیشنهاد خود به ایمیل کانون روان بکنن و ما میتونیم بعد از اینکه همون طرح سونا را به دست داریم میتونیم میزبانشان باشیم و کنفرانس ارتباط دایر بکنیم که بیان افکار و اندیشه‌شان را با دوستا در میان بگذارن. خیلی ممنون و تشکر از تشکر.